درود بر شما ایرانگرایان و پارسی زبانان گرامی، آرزوی تندرستی یکی از همیشه دلنگرانی های ما ایران دوستا و ایرانگراها این نارضایتی از پرچم جمهوری اسلامی هست، چون هیچ نماد ایرانی توش نیست و واقعا همیشه ناراحت بودیم و ناراحت هستیم که چرا هیچ نماد ایرانی توش نیست. مثلا یک سیمرغی، یک شیری، یک نمادی که مربوط به یه خورشیدی، نماد زیادی داریم که میشه به عنوان نماد ایرانی توش گذاشت. یک از اشتباهات این بود که خورشید رو حذف کردن. خب به جاش پانکوردای ترکیه رفتن پرچم ایران رو گرفتن، خورشید رو گذاشتن وسط. دقیقا یا میتونن تاج رو برمی داشتن، اون شمشیر و تاج رو که قاجاری اضافه کرده بود اصالت نداشت، پس به جای اون، به جای اینکه شیر خورشید رو بردارن، تاج رو برمی داشتن، شمشیر رو برمی داشتن، یه شیری که دو دستش پایینه و خورشیدی که بالا سرشه، حالا این الله رو میذاشتن این وسط خورشید. خب الان میتونن این کلمه اللهی که فلان وسطش داره، خب بازم مورد رضایت ما نیست، واسه این جمهوری بچه های چی انقلابی و بسیجی اینا دارم میگم، همین شکل الله رو لاقل شبیه خورشید در می آوردین، دورش یه حاله ای از نور زرد میذاشتین که شبیه خورشید بدرخشه این الله. باز یکم اکثریت مردم دوست ندارن این پرچمو، در همیشه تو خارج از کشور یا خیلی جهات مراسم ما مردم دلچرکینن نسبت به این پرچم، که زیادی حزب اللهیه، ایرانی نیست این نماد. باید همین اللهی که وسطش طراحی شده، خدا لعنت کنه اون کسی که این پرچم رو طراحی کرد، اصلا عرق ایرانی نداشت. باز الان سرود ملی که اندور رفسنجانی ساخته شد یا خاتمی بود، خب این خوبه، سردرد از افق، مهر خاوران، کاملا ایرانیه، تمام عناصر ایرانی توش هست دیگه. بهمن فضل ایمان ما، این دقیقا بهمن فضل ایمان ما سال زرتشتی کامل، یا سردرد از افق، مهر خاوران کاملا میترائیسمیه، مال آیین مهره. ولی این پرچم نه، این پرچم دل مصاف نمیشه با این پرچم، چون که 100% عربی و حزب اللهی که توش بوی از ایرانیت نیست. یا همین باید بگیرن، همین الله فعلی رو بگیرن یا تو خورشید بذارن. و یک از پیشنهادهای من که من دوست دارم که خب اصلی که اون شیر خورشیده بدون تاج و شمشیره، که حالا من الله رو میخوام وسطش بذارم یا نه، یکی از این عکسی که الان گذاشتم، این نماد سیمرغ ساسانی هست و دوره ساسانیان به عنوان نماد سیمرغ استفاده می شده و همشبیه در سیمرغ درون خورشید میتونه باشه. و سیمرغ نماد آرمان ایرانی، آرمان مهدویت هم میتونه باشه، آرمان سوشیانت هم میتونه باشه. من همیشه از سیمرغ به عنوان آرمان مهدیگرایی هم تعبیر میکنم، چون که اون چیزی که قرار شکوفه کنه، اون گل نیلوفری که قرار تو آخر زمان شکوفه کنه، گل نیلوفری ایران و بستان، در واقع از توش مهدویت بیرون میزنه، یک آرمانه که دنباله 3000 سال اندیشه بیشتر نیاکانی است. و این پرچم زیباست، پرچم شیر خورشید، که نمیشه این به خاطر اون حرفی که بنیانگذار انقلاب زده بود، گفت شیر خورشید منحوس، که اشتباه کرد، نه این حرفو میزد، مشاوران خوبی نداشت. ولی میشه حالا سیمرغ بذاریم، سیمرغ خیلی زیباست، سیمرغ در هر صدی خورشیدی و دستی باشه با یک سیمرغ یا شیری، این نماد خیلی زیبایی، یک از نمادهای پیشنهادیه که سیمرغ، سیمرغ ایران به زودی برخواهد خواست. پاینده باد ایران، درود بر همه ایران دوستان پارسی زبانان.